به نام خداوند بخشنده مهربان. امانتداری و اشکال و تأثیر آن در برقراری امنیت اجتماعی. ستش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید و گواهی می‌دهم که نیست معبودی برحق جز الله یکتا و بی‌همتا، و گواهی می‌دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا. شریعت اسلامی مملو از دعوت به اخلاق نیکو و ارزش های والا از جمله ایجاد امانت است که الله سبحانه و تعالی بندگان پرهیزگار خود را به آن امر نموده است و مردم مؤمن راستگار به راب صف امانتداری توصیف نموده، چنانچه که خداوند متعال می فرماید: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید و همچنان می فرماید: والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند. همچنان پیامبر گرامی من حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید: اگر این چهار چیز پیش تو هست، پس باکی بر آن چیزی که از دنیا از دست می دهی نداشته باش. امانت داری، گفتگار راست، اخلاق نیکو و طعام از راه حلال به دست آوری. امانت داری اشکال مختلف و معانی های بزرگتری دارد که همه اینها به احساس مسئولیت در هر امری که به او سپرده می شود برمی گردد، که از جمله شامل امانت داری در نگهداری از اموال کسی و امانت و صدق در کلام است. همچنان امانت داری در حفظ راز کسی و امانت داری در پند و نصیحت و امانت داری در خرید و فروش، امانت داری در کار و صنعت، چنانچه که سبحان و تعالی می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشه کنید و سخن حق بگوید. و همچنان سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم می فرماید: زمانی که کسی از شما سخن را به رضای الله متعال بگوید و او هیچ گمانش را نمی کند که در مقابل آن اجر و پاداشی به او داده می شود، اما الله جل جلاله به او در روز قیامت پاداش این عمل او را می دهد. و همان گونه کسی که خلاف رضایت الله حرف بزند و گمان هم نبارد که از او حساب می شود، الله متعال در مقابل آن از او در روز قیامت باز پرس می کند. و همچنان بار دیگر می فرماید: اگر کسی سخنی گوید و بعدا به چهار اطراف نظر انداز به، پس بدان این سخن امانت است که باید نگوید. و در حدیث دیگری آمده است که اگر کسی از تو طلب مشورت می کند، باید در آن امانت داری باشد. و همچنان در حدیث دیگری آمده است که می فرماید: رستگار و امانت دار در روز محشر در زمره پیامبران و رستگاران و شهیدان است. یکی از مهمترین انواع امانت داری به دعوت به سوی الله متعال است و یکی از خاصترین ویژگی های انبیا و رسولان است. حق سبحانه و تعالی درباره نوح و هود و صالح و لوط و شعیب علیه السلام خبر داد که هر یک به قوم خود چنین فرمود: اینی لکم رسول امین. مسلما من برای شما پیامبر امین هستم. و ما شاهد بران بودیم که پیامبران خدا علیه السلام همه امانت را به جا آوردند و پیامبر ما صلی الله علیه وسلم رسالت را ابلاغ کرد و امانت را به جا آورد و امت را نصیحت کرد و خداوند به وسیله آن ناراحتی را از بین برد و وفاداری به دعوت مستلزم صداقت به خدا است، به دور از جستجوی کلمات عجیب و غیر عادی برای جلب توجه یا جلب پیکری که در شبکه های اجتماعی می باشد.
پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از همان دوران کودکی و قبل از بعثت در میان قومش صدیق و امین نامیده می شد و اعجاب انگیزترین سرمشق را برای ما در هنگام هجرت به ارمغان آورد. زمانی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه رفت تا امانت کفار و مشرکان را برگرداند که از آنها از او پیروی نمی کردند و سعی می کردند او را بکشند و از آنها هیچ چیز محل نبود، هیچ چی یک چیز از اموال آنها را نه برای خود و نه برای یارانش حلال نکرد. دین مقدس اسلام ما را برای امانتداری امر نموده است و از خیانت به شدت منع نموده است و خیانت را از صفات منافقین قرار داده است، چنانچه که خداوند متعال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم. ای کسانی که ایمان آورده اید به خدا و پیامبر خیانت نکنید و نیز در امانت خود خیانت روا مدارید. و همچنان نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید: نشانه های منافق سی است، هنگامی که سخن می گوید دروغ گوید و به وعده خود وفا نمی کند و اگر به او امانت گذاشته شود در آن خیانت می کند. و همچنان بار دیگر می فرماید: ایمان برای کسی که امانت ندارد نیست و دین برای کسی که اراده ندارد نیست. و همچنان نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید: یا رب از خیانت به تو پناه می برم، زیرا این پناهگاهی خیلی ضعیف و خراب است. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است. گواهی می دهم که نیست معبودی برحق جز الله یکتا و بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا. شکی نیست که ایمان و امنیت و صداقت از یک سرچشمه است که آن امنیت است. پس امنیت بدون ایمان نیست و ایمان بدون صداقت نیست. و اگر امانت از بین برود، نه بسامانی بزرگ اجتماعی پیش خواهد آمد و نه آرامی و نزاع در جامعه رخ می دهد و مردم به یکدیگر شک می کنند و در آن وقت دوست به دوست خود ایمان ندارد و شوهر و همسر به یکدیگر و هیچ همسایه همسایه خود احساس امنیت و امن ندارد. و اما صداقت باعث آرامش و راحت و سکون و امنیت برای مردم و جامعه می شود. با این حال ما تاکید می کنیم که صداقت بخشی از ایمان و اعتقاد ما است که آن را به دوست و دشمن می دهیم و ما خیانت یک خائن را به خیانت جواب نمی دهیم، چنانچه که الله تعالی می فرماید: و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم على سواء. و هرگاه با ظهور نشانه های از خیانت گروهی بیم داشته باشی که عهد خود را شکسته، حمله غافلگیرانه کنند، به طور عدلانه به آنها اعلام کن که پیمانشان لغو شده است. و نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید: امانت را به کسی که به شما امانت داده است بسپارید و برای کسی که با ما خیانت نموده خیانت نکنید. برای انسان جایز نیست که در هیچ صورتی در امانت خیانت کند، تحت هر نوع شرایطی و حالاتی که قرار بگیرد باید خیانت در امانت نکند. از میمون بن مهران رضی رحمه الله روایت است که می فرماید: این سی تا به نیکی و بدی می انجامد، امانت، عهد و پیوند یا خویشاوندی. و در نهایت تاکید می کنیم که شدیدترین نوع خیانت، خیانت شخص با وطن، توطیع علیه آن، اتحاد با دشمنان یا همکاری با آنها است. خدایا مرا در انجام کارهای خیر یاری کن و مصر و سایر کشورهای جهان را از شر هر بدی محافظت کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.